امروز روز کارگره، یعنی اول می. کارگرها در روز اول می 1886 در آمریکا تظاهرات کردند. برای چی؟ برای اینکه شرایط بهتر کاری می‌خواستن. اما کارفرماهاشون نمی‌خواستن هیچ حق و امتیازی به اونها بدن. این تظاهرات به خشونت کشیده شد. تعدادی از کارگران کشته شدند. 4 کارگر هم به اتهام شورش اعدام شدند. از اون موقع هر سال کارگرای دنیا به یاد همقطارهای کشته شده خودشون در سال 1886 به خیابون ها میان. اینطوری به کارفرماها هم یادآوری میکنن که قدرت دارن و اگه حقشون ضایع بشه آروم نمیشینن. جالبه بدونین که امروزه ساعت کاری ثبت شده برای یک کارگر در دنیا 8 ساعته. اینم بگیم که حالا تو خیلی از کشورهای اروپایی کارمندا و کارگرها 7 ساعت در روز کار میکنن و 2 روز هم تعطیلن. راستی میدونستین که کارگرها چند قرن برای رسوندن ساعت کاری خودشون به 8 ساعت مبارزه کردن؟ اونا 224 سال قبل اینطور زمزمه میکردن: ما میخوایم به خیلی از کارهای دیگر برسیم. ما از فرسایش بی حاصل جان به لبهایمان رسیده است. ما نیروی خود را از پالایشگاه ها، آسیاب ها و فروشگاه ها فرا میخوانیم. 8 ساعت کار، 8 ساعت خواب و 8 ساعت باقی مانده برای آنچه که دلمان می‌خواهد. اما هنوز کارگرها دارن برای رعایت همین ساعت کاری و به دست آوردن خیلی حقوق دیگه که از طرف دولت و کارفرماها زیر پا گذاشته میشه، اعتراض، اعتصاب و تظاهرات میکنن. حقوقی مثل دستمزد کافی و متناسب با هزینه‌های زندگی، حقوق بیمه و بیکاری، حق اعتصاب و تشکیل سندیکا، داشتن تعطیلات و مرخصی با حقوق، حمایت از کارگران در برابر اخراج، بالا بردن ایمنی محل کار و حقوق کافی در دوران بازنشستگی. از بین اینها حفظ امنیت و سلامت کارگرها از اصلی ترین خواسته های اوناست. خوبه بدونید که بنابر آمار در سال 2010 مجموعاً 27 میلیون روز کاری به خاطر صدمه کارگرها از بین رفته. طبق آمار جهانی هر 15 ثانیه یک کارگر جونشو از دست میده و هر 15 ثانیه 153 کارگر در حادثه مربوط به کار مجروح میشن و در هر سال 2.3 میلیون نفر در دنیا بر اثر حوادث یا مریضی در محیط کار میمیرن. با گذشت 128 سال از روز کارگر، هر سال صدها کارگر در حوادث کاری کشته میشن. هستن جاهایی در کشور خودمون که کارگرها حتی بیش از یک سال میشه که حقوق نگرفتن، بی دلیل اخراج یا حتی زندانی شدن. کارگرهایی که صدها نفرشون هر سال قربانی حوادث کار میشن و هزاران نفرشون مجروح و معلول. آیا این حق کارگرهای ایرانی نیست که برای رسیدن به حقوقشون تشکل و سندیکای مستقل داشته باشن؟ با امید روزی که تمام خواسته های کارگرها بهشون داده بشه.